السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به کانال افغان کوکین آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز یک سالات بسیار زیاد خوشمزه به طریقی خودم است در نظر دارم. برای حمایت از ما لایک شما عزیزان کافی است. اللهم بارک علیه میگیم برای همه ما خوب است. هرگاه سابسکرایب میکنین لطفا شریک ساختن فراموش نکنین، زنگوله رو فشار بدین تا در جریان ویدیوهای نو باشین. لینک ویدیوهای سابقه را در پایین از ویدیو میگذارم و لیست سالات در انگلیسی و روسی خدمت شما ایزان گذاشتم. مواد لازمی سالات کیک بر ما 5 دانه سمارق، 5 دانه کچولو، 1 دانه زردک کلان، 1 دانه لبلبوی کلان و 100 گرام پنیر سخت، 100 گرام بادرنگ نمکی، 4 دانه پای مرغ امرای 1 دانه پیاز. تمام مواد در تفت در دیگ منتو نرم میکنیم. کچالوی ما فعلا قسمی که دیدین نرم شده. سمارقا را به این شکل میده ریزه میکنیم. شما میتونین اندازه شده گام خورتر ریزه کنین. ابتدا بر 1 دقیقه سرش پت میکنیم به خاطر که آب جدا کنه. بعد از اینکه آب جدا کنه امروی نیم علاقه روغن سرخش میکنیم در حرارت پخش مدت 4-5 دقیقه تا که سر روغن بیه. بادرنگ نمکی را 4 کنجه خرد ریزه میکنیم. پنیر از خانه خرد تراشک میکشیم. تخم مرغ از خانه کلان تراشک میکشیم. زرده هایش از خانه خرد تراشک میکشیم. کچالو را به این شکل 4 کنجه ریزه میکنیم. میتونین امرای دست ریزه کنین، میتونین امرای ماشینک سالات ریزه کنینش. امرای ماشین سالات بسیار آسان است، زود میشه از دست کده. قسمی که میبینید دو خانه داره ماشینک ما، یکیش خرد است یکیش کلان. کلانش بر کچالو استفاده میکنم، خردش بر زردک و لبلبو. از خانه خردش کشیدیم زردک را، لبلبو را همچنان در تفت جوش داده بودیم. آبش میخوریم و خودش استفاده میکنیم. البته دبش قاب گذاشته بودیم به خاطر که آب لبلبو ضایع نشه، دبش قاب گذاشتم. بعد از این آبش نوشجان میکنیم، بسیار فایده داره. دیگه مرغک هم در دیگه من تو جوش دادیم، همراه لبلبو 1 برابر نرم میشه. البته در خلطه پلاستیک میتونین بگذارین و یا در 1 بشقاب. دیگه فعلا از استخوان جداش میکنیم، میده ریزه میکنیم شه. مرغ کاریزه شد کاملا. دیگه نیم ملاقه روغن کمتر اضافه میکنیم، امرای مرچ و مساله، نمک 1 جای، کمک زرچوبم کمک اضافه کردیم. همیشه 1 جای میسازیم و سرخش میکنیم مدت 3-4 دقیقه. دیگه قسمی که میبینین روغن بسیار کم است. فعلا در کاسه انتقال میتیمشه. دیگه اما مواد ما آماده است. شبت دو دسته گرفته بودم که هر دو دسته را بسیار میده و خرد ریزه می کنیم شن. قلم تراش نیست، قلم تراش است که بر زردک و بر یعنی مولی و یعنی میشه که میوه تراش بگویم. میوه تراش است که از این به خاطر گل استفاده میکنیم. مولی سفید و زردک است. تمام مواد ما آماده شده.
بادرنگ نمکی، مرغ، سمارق، زردک، سفیدی، تخم مرغ، گوشت مرغ کباب کردیم، دیگه لبلبو، زردی تخم و پنیر. همش کاملا آماده است. در قالب ما که 22 سانتی یا 21 سانتی است، اندازش کچالو را مندازیم، خوب سعی پرس میکنیم امرای پشت گیلاس. ساس مایونز اضافه میکنیم. البته ساس مایونز شما به دلخواه خود بگیرین، چقدر که دوست دارین استفاده کنیم. دیگه بعد از این گوشت مرغ اضافه میکنیم، باز پرس میکنیم. میتونین مایونز اضافه کنین، باز بادرنگ نمکی رو اضافه کردیم. ویدیو شده پایین از این ویدیو میگذارم. یک برابر میسازیم. دیگه سفیدی تخم مرغ اضافه میکنیم، باز یک برابر میسازیم، پرس میکنیم شم. پرس بخاطر میکنیم که سالات ما پاش پاش نشه. دیگه ساس مایونز باز اضافه کردیم، یک برابر ساختیم و سمارق خود اضافه میکنیم. کوش میکنیم که روغنش کاملا دور کنیم. دیگه بازم ساس مایونز اضافه میکنیم، یک برابر ساختیمش. زردک خرد شده رو اضافه میکنیم، بازم ساس مایونز. البته اول پرس میکنیم. فعلا ساس مایونز. ویدیوی ساس مایونز در پایین از این ویدیو لینکش میگذارم. لینک ساس مایونز در پایین از این ویدیو خدمت شما ایزان میگذارم. کچالو اضافه کردیم، بعد از این ساس مایونز اضافه میکنیم، یک برابر میسازیم، پرس میکنیم شم. پنیر زرد پیتزا را اضافه میکنیم. پنیر سخت باشه، هر نوع پنیر باشه درست است. ما پنیر موتزاریلا استفاده کردیم. دیگه یک برابر میسازیم، پرس میکنیم امروی پشت قاشق. ساس مایونز، زردی تخم مرغ یک برابر میسازیم، ایران پرس میکنیم امروی قاشق. در قسمت دکای دورش ساس مایونز میزنیم. بعد از این شبت که قبلا درست میده ریزه کرده بودیم کاملا دورش میگیریم، امرو شبت پد میکنیم. دیگه گل که امرو زردک و مولی سفید درست کرده بودیم دروش به این شکل تزین میکنیم. بسیار زیاد یک سالات زیبا و مقبول و نازنین است. البته ای به طریق خودم است، به خاطر که مواد داخلش خودم انتخاب کردیم، چون بسیار یکی به دیگه یعنی میکس میکنه، بسیار خوشمزه میشه، یکی به دیگه میشینه، بسیار مزیشانی خاص است. دیگه امیدوار هستم این ویدیو خوش شما نازنین ها آمده باشه. اگه خوشتان آمده اتمن برای خود خانواده ازتان آماده بسازین و با دوستای نازنینتان شریک بسازین و کامنت های خوب نازتان به خواهرتان بنویسین و خواهرتان همراه لایک هایتان و کامنت های خوب نازتان حمایت کنین. هر ویدیوهای سابقی ما که شما خوش دارین و قدر یعنی میخواین از نو براتون او ویدیو رو ثبت کنم، میتونین در کامنت ها برام بنویسین. انشالله که من از نو براتون یک ویدیو رو ثبت میکنم. دیگه یک واریانت دیگه است که شما میتونین تمام مواد از مولی تراش تیر کنین، یعنی چارکنجا ریزه نکنین. من میخوام که چارکنجا باشه، به او خاطر یعنی چارکنجا ریزه کنم. شما اگه خواستین از مولی تراش
همیشه بکشین. تا ویدیو بعدی شما نازنینا را به علای مهربان می‌سپارم. علی‌حافظ و نگهدارتون.